سرخط خبرها، احمد مسعود طالبان را دوباره زمین گیر کرد. شورای بانوان جبهه مقاومت افغانستان خواهان حمایت امریکا از جبهات نظامی ضد طالبان شد. طالبان یک جوان را در هرات در ایست بازرسی تیرباران کردند. یک فرمانده ارشد طالبان پاکستانی در درگیری میان گروهی کشته شد. فروش پیش از 1.5 میلیون دلار زمرد پنجشیر توسط طالبان و باشندگان هرات از افزایش دزدی های مسلحانه به سطوح آمده ایم. با یاد خدا به مجموعه مهم این کانال خوش آمدید. شورای بانوان جبهه مقاومت افغانستان خواهان حمایت امریکا از جبهات نظامی ضد طالبان شد. شورای بانوان جبهه مقاومت ملی افغانستان از دولت امریکا خواسته است تا از جبهات نظامی ضد طالبان حمایت کرده و تعامل واشنگتن با کابل را قطع کند. این شورا روز شنبه 28 میزان در اعلامیه‌ای گفته که تعداد از زنان و مردان روز گذشته در مقابل کاخ سفید به سیاست دلجویانه و تعامل امریکا با طالبان اعتراض کردند. شورای بانوان جبهه مقاومت همچنان خواهان قطع کمک‌های مالی ایالات متحده به طالبان شده است. در متن اعلامیه این شورا آمده است که واشنگتن باید از جنبش‌های اعتراضی زنان، فعالان مدنی و جبهات نظامی ضد طالبان حمایت کنند. معترضان همچنان خواهان به رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی در افغانستان شدند. جنبش های اعتراضی زنان به طور مدام امریکا را متهم به کمک مالی به طالبان کردند. این در حال است که وزارت خارجه امریکا ارسال پول به طور مستقیم به طالبان را رد کرده است. طالبان یک جوان را در هرات در ایست بازرسی تیرباران کردند. منابع محلی در هرات میگویند که جنگجویان طالبان یک جوان را در ایست بازرسی این ولایت تیرباران کردند. منابع به روزنامه 8 صبح تایید کردند که طالبان روز شنبه 28 میزان یک جوان 23 ساله را در نای چهارم شهر هرات به قتل رساندند. به گفته منابع طالبان این جوان را به اتهام متوقف نشدن در ایست بازرسی تیرباران کردند. طالبان در هرات تا اکنون به گونه رسمی در این باره اظهار نظر نکردند. این در حال از حدود 20 روز پیش نیز این گروه یک مرد جوان را در ایست بازرسی خود در ولایت فرا تیرباران کرده بود. فروش پیش از 1.5 میلیون دلار زمرد پنجشیر توسط طالبان. طالبان اعلام کردند که در 6 ماه نخست امسال 35,874 قیراط زمرد حدود 1,604,000 دلار فروختند. ریاست معدن و پترولیم طالبان در پنجشیر روز شنبه 28 میزان اعلام کرد که در 6 ماه نخست امسال 35,874 قیراط زمرد را حدود 1,614,000 دلار فروختند. طبق گزارش این ریاست نزدیک به 162,000 دلار از فروش این زمردها به خزانه طالبان تحویل داده شده است. خبرگزاری باختر که تحت کنترل طالبان است به نقل از این ریاست گزارش داده که این زمردها در 6 ماه نخست امسال در پیش از 11 مزایده فروخته شدند. طالبان با بازگشت به قدرت بر استخراج و فروش معدن، نفت و گاز و سنگهای قیمتی تمرکز کردند. آنها در 3 سال گذشته ده ها قرارداد در زمینه های مختلف معدن و پترولیم با نهادهای داخلی و خارجی امضا کردند. این گروه می گوید که با اتکا به درآمدهای داخلی به ویژه معدن می توانند منابع مالی حکومت خود را تامین کنند. احمد مسعود طالبان را دوباره زمین گیری کرد. جبهه مقاومت ادعا کرده که در یک حمله بر طالبان در کابل دو جنگجوی این گروه کشته و یک تن دیگر را زخمی کرده است. جبهه مقاومت روز شنبه 28 میزان در خبرنامه ای مدعی شده که این حمله را روز گذشته در ولسوالی شکردره کابل انجام داده است. طالبان در این باره چیزی نگفتند. این در حال است که جبهه آزادی افغانستان شب گذشته از کشتن 4 جنگجوی طالبان در دروازه ورودی وزارت داخلی این گروه در کابل خبر داده بود. جبهات ضد طالبان هر از گاهی مسئولیت کشتن جنگجویان این گروه را در ولایت‌های مختلف افغانستان بر عهده می‌گیرند. یک فرمانده ارشد طالبان پاکستانی در درگیری میانگروهی کشته شد. رسانه های پاکستانی از درگیری خودی تحریک طالبان این کشور یعنی TTP خبر داده و گفتند
که در این رویداد 4 تن از جمله یک فرمانده ارشد این گروه کشته شدند. روزنامه دان پاکستان امروز یک شنبه 29 میزان گزارش داده که در پی درگیری خودی شبه نظامیان تحریک طالبان پاکستان در وزیرستان جنوبی ایالت خیبر پختونخوا 4 تن به شمول یک فرمانده این گروه کشته شدند. این روزنامه پاکستان گفته که این درگیری روز گذشته میان شبه نظامیان فرمانده نیاز و فرمانده مهجباج رخ داده است. بر اساس گزارش در این درگیری نیاز وزیر و 3 محافظش کشته شدند. طبق اطلاعات این درگیری پس از دستور ترور نیاز وزیر از سوی مهناد باج که به تازگی از افغانستان وارد پاکستان شده بود آغاز شده بود. وزیر مسئول عملیات TTP در وزیرستان جنوبی بود. این درگیری در مناطق کوهستانی نندرو و ناگرا در ولسوالی بیرمال رخ داده است. مناطق یاد شده طی سالهای اخیر گواهی افزایش فعالیت‌های شبه نظامیان بوده است. باشندگان هرات، از افزایش دزدی‌های مسلحانه به سطوح آمده ایم. گزارش از خبرگزاری 8 صبح. شمار از باشندگان هرات از افزایش دزدی‌های مسلحانه در این ولایت ابراز نگرانی کرده و میگویند که طی یک ماه اخیر میزان سرقت‌های مسلحانه به طرز بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است. آنان میگویند که سارقان موتورسایکل سوار زندگی را برای آنها تلخ کرده و حتی در جوار حوزه‌های امنیتی طالبان این سرقت ها ثبت شده است. باشندگان هرات می افزایند که دزدان مسلح در برخی موارد شب هنگام وارد خانه های مسکونی شده و پول نقد خانواده ها را به سرقت می برند. احمد از باشندگان هرات به روزنامه 8 صبح می گوید که دزدان موتورسایکل سوار درست پیش از منطقه صوفی آباد شهر هرات با تهدید اسلحه تلفنش را به سرقت بردند. او می افزاید از خانه بیرون شدم و میخواستم طرف شهر نو بروم که یک بار موتورسایکل که 2 نفر روی آن سوار بودن به پیشم بریک زد و یک نفر پایان شد. تفنگچه را به طرفم گرفت و گفت بده یا میزنم. تلفنم را گرفتن و رفتن. دزدان مسلح موتورسایکل سوار هفته گذشته تلفن سعید یکی دیگر از باشندگان هرات را در جوار حوزه امنیتی طالبان به سرقت بردن. او میگوید که دزدان بدون هیچ گونه حراس و با احساس امنیت تلفن همراهش را گرفتن و از محل فرار کردن. این باشنده هرات به روزنامه 8 صبح می گوید در دروازه دوکان استاده بودم که موتورسایکل سوار استاد و یکی از آنها با تفنگچه به سمتم آمد و تلفنم را گرفت، در حالی که طالبان هم در 200 متری حضور داشتن. آنها با خیال راحت این سرقت را انجام دادن و فرار کردن. از سوی دیگر نوارهای تصویری رسیده به روزنامه 8 صبح از هرات نشان می دهد که در روزهای اخیر سرقت‌های مسلحانه به ویژه دزدی تلفن‌ها از باشندگان هرات افزایش یافته است. تا ویدئوی دیگر، بدرود.